که حکم کسی که نماز نمیخواند و انکار میکند و یا اینکه میگوید حوصله ندارم یا اینکه میگوید تنبلی میکند. ببینید کسی که انکار میکند نماز رو مسلمان نیست. هر کسی نماز، چون نماز یکی از ضروریات دینه، یعنی چی ضروریات؟ یعنی کسی نیست که در مورد واجب بودن و امر خداوند به نماز خوندن رو ندونه. هیچ مسلمانی نیست اون رو ندونه. شاید بلد نباشه نماز بخونه مسلمونی، شاید بلد نباشه چطوری روزه بگیره، احکامش رو ندونه، ولی میدونه که نماز در اسلام هست. اگه کسی اومد این رو انکار کرد، گویی اینکه آیه از آیات قرآن کریم رو انکار کرده، ضرورتی از ضروریات دین رو انکار کرده، در نتیجه از جمله مسلمانان به حساب نمیاد. اما یا فرق نمیکنه روزه رو انکار کنه، یا زکات رو انکار کنه، یا حج رو انکار کنه، چون اینها جزو ضرورات دینه. اگه کسی این رو انکار کنه، وجوب این رو انکار کنه، وجود این رو از طرف خداوند انکار کنه، جزو مسلمانان به حساب نمیاد. اما اگه کسی که حوصله نداره، از تنبلی میگه حوصله روزه گرفتن ندارم مثلا، یا اگه روزه گرفتم کسل میشم، یا اگه روزه گرفتم گشنه میشم، تشنه میشم، اینها اهل گناهن، این کارشون گناه به حساب میاد، گناه بسیار بزرگی هست و در نتیجه باید توبه کنن و استغفار کنن و نمازشون رو بخونن و روزشون رو هم بگیرند. اما کسی که میگه من قرصشو خوردم و مسخره میکنه، استهزا میکنه، اگر کسی استهزا بکنه به دین، به چیزی از دین استهزا کنه، استهزا کنه مثلا به حکم شرعی مثل نماز، روزه، زکات، حج، مسخره کنه این رو، شرعا مسلمان نیست، کافر، از دین خارج شده. و کسی هم که حتی سنتی از سنت‌های پیامبر رو مسخره کنه، اون رو مورد ریشخند و استهزا قرار بده، ولی منظورش از این استهزا کردن به سنت پیامبر باشه، نه به اینکه یک کسی داره، مثلا مثال عرض میکنم، یک کسی سنتی رو اجرا میکنه، انجام میده، اما خوب انجام نمیده، مورد مسخره دیگران قرار میگیره. اگه به خاطر اون شخص این کار رو میکنه، فقط میخواد اون شخص رو مسخره کنه، در نتیجه این فسقه، چون یک انسانی رو مسخره کردی، کار بدی کردی، انسان بهش فاسق میشه به اینکه گناه و معصیت های این دوری انجام بده. اما اگر این سنت رو مورد استهزا و مسخره قرار میده، چون سنته، در نتیجه از ملت اسلام نیست و از دین اسلام خارجه.